چطور این حجاب رو قبول کردی؟ اینم دوست دارم بهم بگی. این ابراهیم اسماعیل من بود. این اسماعیل بزرگ من بود. ذبحش کردم با کمک خدا. ولی میدونین با چه کمکی؟ که تو 40 روز از یه گناه دوری بکنی، بقیهشو من میکنم. سهیلا، خداوند طبقه یه روایت فکر میکنم که 40 روز دوری از گناه باعث میشه که ملکه برای شما ملکه میشه. بله. و من اینطور حجاب رو با خدا خواستم ازش، گفتم و آماده بودم که هر قیمتی هست بپردازم و نذارم. چی بهتون لحاظ حسی اضافه شد وقتی که حجاب رو انتخاب کردین، وقتی که این افاف و این پوشش و این ستر اینو این همه رو انتخاب کردیم، معانی مختلفی که دارم صاحب دارم. این که انسان دفعه صاحب داره. ببین من اگر بدونم دوربین داره فیلم برداری میکنه، این پلیسا اگر بگن دوربین مخفیه تو جاده آرام میرن، ما اگر بدونیم خدا داره نگاه میکنه، ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینه. وقتی خداوند این گل وجود منو میچلوند اینطوری که انی جایلو فی الارض خلیفه، دوست دارم به اون برسم، دوست دارم در مقابل این همه نعمت هایی که خداوند به من داده اقلا بندگیشو بکنم. چون واقعا تا اون لحظه که اون نوا رو من شنیدم فهمیدم که زندگی نکردم چون بندگی نکردم. ما خیلی الگوهای زیبا تو اسلام داریم. زینب یک زن کامل، فاطمه سلام علیها یک الگوی کامل، ولی ازشون چون نمیشناسیمشون ازشون استفاده نمی کنیم، چون آگاهی به علم امام علی علیه السلام نداریم، چون حق و حقوق حجاب رو توی گفته های امام صادق علیه السلام بلد نیستیم که چی عورت حساب میشه. این حقوق رو به خودمون زحمت نمیدیم که بریم پیدا بکنیم، الگوها رو بشناسیم، حرفا رو بشناسیم که بتونیم استفاده بکنیم. من هیچ احساس محدودیتی نمی کنم با انتخاب حجاب. احساس می کنم که یک قدم از زمین بالاتر رفتم. روزی توی آمریکا دفعه اول که با حجاب برگشتم، دوستان اومده بودن دیدن ما، یکی از دوستان فامیلان شوهرم یه خانمی، وقتی من سینی نوشیدنی رو تعارف می کردم در حضور چندین نفر، به من گفت نمیخورم سهیلا، سینی رو پوش اوی کرد کرد، این چی رو سرت گذاشتیم؟ و من همون لحظه سینی رو گذاشتم رو میز، دستم نابخواه رفت روی سرم و گفتم اینو میگی؟ این تاج بندگی منه، این حجاب منه، این من اصلا این وکابلری، این لغت توی وکابلری من نیست، اصلا توی زبان من نبود. تاج بندگی من به عنوان یک زن شیعه مسلمان، این اصلا توی کلام من نبود. من اینو گفتم، بعد 4 سال بعد که گذشت، حالا قرآن خداوند به من فرمودن که فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا على الذين لا يؤمنون. حجاب چیه؟ تاج بندگی. من تعجب میکنم یه سیگاری وقتی میخواست سیگار بشه خجالت نمیشه که پول بده هوا تلخ بخوره، همم نگاهش میکنن، اما یه نفرم خواهد پاشه نماز بخونه خجالت میشه، میگه همه نشستن من نماز بخونم. بابا او سیگاری سیگار شو میشه، تو چطور از نماز خجالت میشه با او از سیگارش خجالت میشه؟